از همان خرداد 88 و تودهنی محکم مردم ملت ایران به ولایت فقیه، عزم دستگاه ولایت و متحدینش برای تجدید سازمان قدرت و تغییر حکومت اسلامی به خلافت اسلامی، در این سمت گیری به سوی خلافت اسلامی دیگر مجلس شورای اسلامی جایی ندارد، مجلس خبرگان نقشی ندارد، تشخیص مصلحت نظام دیگر موجودیتی ندارد، استقلال مراجع و روحانیت مزاحم برای خلافت اسلامی باید از دم دست خارج شوند. دیوان محاسبات و نظارت بر امور مالیه کشور محلی از اعراب ندارد. احزاب اصلاح طلب و فراکسیون های خودی منتقد حضوری دیگر نمیتوانند داشته باشند و دادگاه و مدعی العموم و عدلیه مزاحم خواهند بود و وکلای مدافع مستقل و مترقی و متعهد به سوگندشان به مردم خاری در چشم و جایشان جایی جز زندانهای حکومت اسلامی نخواهد بود. کار به اینجا کشیده دیگه، علنا واضح روشن آشکار یک رژیم مافیایی به معنای واقعی کلمه. یعنی اگر سعید سکویی در طول 30 سال گذشته میگفت رژیم اشغالگر اسلامی، حالا به راحتی میگیم رژیم مافیایی اشغالگری که دیگه شده خلافت اسلامی به معنای اخصش، و با زور میگه تکون بخوری میکشمه، حرف بزنی میکشمه. سفری که سید علی خامنه ای به قم کرد و بیش از نیمی از مراجع به اصطلاح روحانیت و اینها به دیدارش اومدن، اون نیم دیگر رو هم رفت بهشون پیغام داد تکون بخورید از منتظری خارترتون میکنیم، تکون بخورید مستتون نمیکنیم دیگه، بازیه نمیدونم من رساله دارم، این بازی ها همه ووله، به درد نمیخوره. حکومت نظامی، حکومت پاسداران، حکومت چکم پوشان، حکومت مرگ، حکومت روب و وحشت، و حکومتی که اومده کشور اشغال شده 32 ساله رو حالا میگه تکون بخوری تو روز روشن سرتون رو بیبری، تو حالا در خفا میکردی. چه باید کرد؟ کجاست رسانه گروهی که در خارج از کشور صدا و سیماش به درون ایران بره و بتونه این مردم رو به حرکت در بیاره؟ در همین آمریکاش صدا و سیمای ما رو زده. چرا؟ چون میگفتن این فرمول هایی که نوشته شده و دستور داده شده رو باید اجرا کنین، یه جای فرمول رو کج برین همه دست به دست هم میدیم به جونت میاد، و مردم هم به حساب آنها، چون ابلهند، مردم ابلهند، چون میندازیم اینو میگیم اونو میگیم، تلفن برمیداریم هر ننه قمر اینو رو تلفن میریزیم خرابت میکنیم. این مردم دهنبینند. دیدی چجوری همین مردم اومدن مرگ بر شاه گفتن سعید سکویی؟ این حتی که بارها تو گوشه بزن ما در تلویزیون های برون مرزی نوچه میخواییم جلوی دوربین، آدم تو سریخور میخواییم، آدمی میخواییم که بتونیم مثل ریموت کنترل کنترلش کنیم. تو نمیتونی بیای یه وضعیت 30 یا 1 ساله ای رو که مثلا طرفداران نظام پادشاهی آمادش کردن بخوایی مثلا برخلاف اون موج بری. شاید این مسئله قراره تا 20 سال دیگه ادامه پیدا کنه، ما همه باید دنبالش بریم. درک میکنی چی بهتون میگم؟ در خلافت اسلامی کنونی که این مردک اولاغ چلاغ افیونی مفعول
سید علی خامنه ای ولی فقیه خلیفه قدر قدرت و فعال حکومت اسلامی است. قانون یعنی منویات سلطان مستبد و ولی فقیه مطلق در اینجا قوه قضاییه مسئول اجرای منحصر به فرد دستورهای ولی فقیه هست و بس. حرف روی حرف سلطان زدن محاربه محسوب میشه. در اینجا به بندهای قانونی پناه بردن و به این و اون استناد کردن عین محاربه با رهبر دوچه و یا امام حاضر است. این نکته ایست که امروز از بلندگوهای تبلیغاتی دستگاه ولایت و صدا و سیمای خلافت به هزار زبان مختلف داره بیان میشه و احکام دار و جزای اسلامی نیست در مورد گوناگون در موارد گوناگون نیست همین منطق رو داره نشون میده. شاید حتی رئیس قوه قضاییه که آن شباکیه را تقدیم رهبر و امام کرده است هنوز نقش و جایگاه خود را در نیافته است. چطور ممکنه لاریجانی نقش و جایگاه خود را در نیافته باشد؟ وقتی صبح اول صبح که میره پشت میزش میشینه باید آماده باشه مشربا بیاد یه جفت کشیده بهش بزنه بره، شب هم که میخواد بره یه جفت کشیده دیگه بخوره. ابلهه که هنوز جایگاه خود را درک نکرده. اصلا مگه ممکنه قبل از اینکه پست رو بهش داده باشن جایگاهش رو تعیین نکرده باشن؟ همین توهم رو اصلاح طلبان حکومتی نیست اینجا و آنجا از خود نشون میدند و هنوز نفهمیدند و دوزاریشون نیفتاده که بازی به کلی عوض شده و این آخرین قدرت نمایی حکومت اسلامی با روش خلافت اسلامی شه. یعنی این آخرین فاز حکومت اسلامی است. دیگه از اینجا به بعد هیچ چیزی برای عرض کردن نداره. حکومت مرگ، حکومت سرنیزه، حکومت زور، حکومت دلهره و وحشت و فقط و فقط این نیروی مردمی است که میتواند دست در دست هم بدهد و این بادکنک رو با خنجر هزار تیکش با. اما کیش که بتواند این مردم را به دور هم حلقه بزنه؟ پس وقتی رئیس قوه قضاییه شباکیه خودش رو تقدیم رهبر و امام میکنه، بعدم میگن دروغ بود و اصلا لاریجانی گفته من یه همچین نامه ای رو ندادم، و بعد همین اصلاح طلب ها توهم هایی رو که دارند و اینجا و اونجا توهم از خودشون نشون میدن، وقتی آنها برای کنترل رهبر و دستگاه های تحت امرش به رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص نظام پناه میبرند نشان می‌دهند که هنوز ابعاد تحولات درون ساختار حکومت جنایت پیشه دیکتاتور منش توتالیتر و مافیایی اسلامی رو این تغییر سازمانی به اصطلاح دارالخلافه حکومت اسلامی رو که به یک حکومت خلافت اسلامی تبدیل شده رو هنوز خودیاشون هم درک نکردن. خیلی هاشون نشون میده که هنوز بسیاری در درون رژیم ابعاد تحولات درون ساختار حکومت رو در نیافتند و به منطق انشالله گربه اسب پناه بردند. آنها همین توهم رو دامن میزنند که گویا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص نظام جایگاه گذشته خود را هنوز دارند. این ساختار اگر در گذشته به دلیل نقش و جایگاه مستبد مطلق به عنوان خیمگاه نظام اصلاح پذیر بود نبود، امروز دیگر حتی طرح این اصلاح پذیری هم توهم برانگیز شده است.
یعنی هیچ دستگاهی در حکومت اسلامی نیست که بخواد یه نفر از خود درون نظام، از کله گنده هاش، از مافیاش، از اصلاح طلبش، از تمام کسانی که مهره های رژیم بودن، کاتالیزورهاش بودن، رئیس مجلسش بودن، نخست وزیرش بودن، رئیس جمهورش بودن، جایی نیست که بخوان برن از رهبر بخوان شکایت بکنن. یعنی شد یک رژیم یک دست هیتلری موسولینی یارو کیم جان چین 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 که از تو کره شمالی و اینگونه مسائل یک دست